صحبت میکردم که این خانم رفته بود تو روزنامه نوشته بود که من مسلمان هستم، خونهش رو گرفته بود تبدیل به یک آپارتمان کرده بود، بعدش هم این خانم از رفته بود گذرنامه مسلمان نوشته بود، رفته بود پسرش رو تو کانادا دیده بود و برگشته بود. بعد از اینکه همه کاراش تمام شده بود اومده بود، چون من شوهرم رو کشته بودن اهل با نسبت به من احترام می داشتن، اون وقت اومد گفتش که من میخوام که توبه کنم، اینطوری که نوشتم بالا من شوهر ندارم، بچه هم اینجا نیستم، مجبور بودم این کار بکنم، الان میخوام که درخواست بکنم که منو برگردم، بهایی هستم من در هر صورت، وقتی اونم نوشتم اون کار رو کردم من بهایی بودم، خودم رو بهایی میدونستم، میخوام که قبول کنن که حق منو که گرفتم ضیافت اینا نباید برم، اونجا رو برم. اون وقت دیدم این اصرار میکنه، گفتم هیچ اشکالی نداره من نمیستم، اون وقتش من کاری نیستم ولی شما میگید، گفت سوادم هم کمی نمیتونم نامده نمیستم. من نامش رو نوشتم و اون وقت تهش گفت که پرمین خانم بنویس گوه خوردم این کار رو کردم. من دیگه گفتم نه اونو من نمیتونم، چون ما چیزهای زشت رو به زبانمون نیاریم بهتره و در ثانیه این میره در لجنه، من چطوری بنویسم؟ نه اینه نمیمیسم. من همین اولش نوشتم که این خانم خیلی پشیمانه و خیلی نادمه و خیلی هم از این نظر که نمیتونه بیاد ضیافت ناراحته، مرتب گریه میکنه شبایی که ضیافت هست و از این نظر پشیمونه، میخواد که اینو ببخشید. وقتش این مرتب هفته یه دفعه میمد که من هیچ نبخشیدن، نامه نیمده به من، هیچی نیمده. اون وقتش منم گفتم که پیش خودم گفتم که من هیچ توقعی ندارم، اگه من یک نامه از طرف کسی بنویسم تشکیلات ما خیلی زود بپذیره و قبول بکنه. یه روز از یکیشون پرسیدم که این خانم که نامه نوشته، من نوشته بودم خط من بود، این چطور شد آمد رسید یا نه؟ گفت بله رسید. گفتش که خانم شما، ما خیلی به شما احترام میذاریم ولی شما منتظر نشید که به این زودی این خانم رو ببخشم، برای اینکه این خانم کارهای خلافش رو همه را انجام داده، خونهش رو فروخته، بعد رفته گذرنامه پسرش هم دیده برگشته، لابد به شما نگفته که تو گذرنامه مسلمان نوشته. گفتم نه به من نگفته، گفته که فقط تو روزنامه اعلان شده. اون وقتش گفتن که ما به نامه‌ای که شما نوشتید احترام می‌ذاریم ولی این خانم فعلا قابل بخشش نیست، یه مقدار طول می‌کشه. ولی احبایی که قصوری داشتن معمولا یه ساله می‌بخشیدن، می‌بخشیدنشون، خودشون می‌مدن قول می‌دادن، بعد باشون صحبت می‌شد اینا میبخشیدنشون، حقشونی که ضیافت نره، کارهای دیگه تقبلی دادن هم قبول نمی کنن آخه، اینا را هم ازش کم کرده بودن، بعد از یه سال میبخشیدن. ولی این خانم چون تمام این کاراشو کرده بود، بعد به قول خودش خیلی زرنگی کرده بود، هم از جمهوری اسلامی استفاده کرده بود، هم میخواست یاد بهایی باشه بود، از مزایایی که نداشت اون موقع همش مصائب بود، بیاد بهایی و با دوستای خودش باز معاشرت داشته باشه، اون وقتش اونو قبول نکردم. ولی من بعدم که آمد اینجا به من تلفن زد، گفت که بخشوده شدم بعد از دو سال، بعد از دو سال بهش میگن که میتونی بیانی زیافت و اینا. ولی بعدش هم آمده بود اینجا با دخترش ایناش، باز من شک داشتم که این وقتی بنویسه بهایی شاید ندم بهش گذارم دیگه، من کاری نبودم و هیچ سوالی هم ازش نکردم. ولی خب این خانم خیلی به من محبت کرد که الان رو محبت میکنه، تلفن میکنه گاهی وقتا، میگه که اون موقع که هیچ کس حرف من گوش نمیکرد شما قبول کردید و چیز کردید، این نامه رو نوشتی. بعد شما بفرمایید تر سوالی دارم. خود دکتر پیشبینی میکرد که ممکنه شهید بشه و اگر پیشبینی میکرد با شما در این مورد صحبت میکرد، منهای اون نوشته های خودش ها و
با شخص شما که خانمش بودی صحبت میکرد در این مورد که یه همچه خطری برای من هست مثلا شما چه کار کن بعد از من این مسائل؟ البته شوهر من پیشبینی میکرد از خیلی وقت پیش، برای اینکه دنبالش بودن. یه دفعه هم تبریز مطب داشت، یه پسر 14 ساله آمده بود، گفته بود که آقای دکتر شما امروز قراره برید منزل یک نفر که اینطوری مغازه داره، مغازه خیارشور فروشی و این چیزایی که میفروشه، اونجا نرید اونجا. اون وقتش دکتر ازش پرسیده بود که اولا تو منو از کجا میشناسی؟ گفته بود که من یه نصف شب 2 سال پیش مادرم مریض بودم، آمد پیش شما، شب اومدید مطب رو باز کردید، به من دارو دادید، اون وقت گفتید بعدنم بیام ببینم و هیچ پولم نگرفتید. اون وقت ما خیلی نسبت به شما محبت پیدا کردم. اون وقت بعد من توی همون مغازه کار میکنم. اون وقت شنیدم که اینا چند نفری هستن با شما مخالفن، تازه فهمیدم. و دیروز هم صحبت این بود که شما شب میرید خونه اینا، اینا ادعای زیادی خواهند اومد اونجا، ممکنه سرتون بلایی بیارن، شما نرید، این دعوت رو قبول نکنید. اون وقتش شوهرم بعدن همون روز راست میگفت، دعوتی داشت، اینا گفته بودن که ما همیشه اومدیم با شما صحبت کردیم، یه دفعه شما بیان و اون دعوت رو قبول نکرد، گفت که من کار دارم نمیتونم بیام و نرم. این پیشبینیش که پشت سرش همیشه موتور در حرکت بود و اینا، همه اینهایی بود که میخواستن یک بلایی سرش بیارن. توی مراغه که گروهبانی آمد به نام آقای وفا، ما نمیدونیم که فامیلش واقعا وفاس یا اینکه یک چیز دیگه بزنم. وقت این اومد گفتش که قبل از اینکه، چون گفتم توی نمیدونم گفتم یا اینکه توی این یادداشتام هست که وقتی که ما را فرستادن مراقب به عنوان دکتر بیهوشی، دکتر گفت که من 25 سال اطراف تبابت کردم تمام این بیمارستان های ارتش، الان حقمه که برم تهران زندگی کنم، من دیگه اون قسمت شهرستانم تمام شد. اون وقتش دستور آوردن که دستور همایونی، دستور از بیمارستان ارتش، دستور از دکتر عیادیه که شما باید برید اینجا. علتش پرسیده بود، گفته بودن که این دکتر بیهوشی که اینجا قبلا خدمت میکرد، این زن نداشت، با زن دکتر صدریان میانش رو جور کرده که اونم رئیس بیمارستان بود. اون وقتش چیزه وضع اینجا به هم خورده، همش رو مسلمان مراقه، وضع اینجا به هم خورده. اون دکتر بیهوشی رو فرستادن جای دیگه و چون در ارتش دکتر بیهوشی خیلی کمه، اینه که شما مجبور هستید اطاعت کنید، برید از اونجا اقدام کنید که منتقل شد به تهران. ما رفتیم اینجا، دیدیم که آقای وفا آمده به دکتر گفته که اینجا که زندگی میکنی تو و توی این مراقه یک مقدار آخوندا با تو مخالف هستن و توطئه میخوان درست کنن. اولا که نوشتن به قوم که این دکتر روشنی که آمده مراقه، یک سال دیگه همه مراقه باهایی خواهند شد. برای اون یکی دو تا آخوند دیگری آمدن که تبلیغات بر علیه باهاییت بکنن و صحبتهایی بکنن که صحبتهای تو در اونها مؤثر نباشه. خیلی اینو چیز میدونستن، یعنی میگفتن که خودشون میگفتن که تبلیغاتی ها گفته بودن که ما اونهایی که بی خدا هستن و خدا را ابدا قبول ندارن، ما اینا را فرستادیم توی جلسه تبلیغ، این خدا را قبول کرد که هیچ وقت حاضر نبود خدا را قبول کنه، با خدا شده. اینی که این صحبتاش خیلی تأثیر در دیگران میکنه، اینی که آمده مراقع ما میترسیم. اون وقتش همینطور جلوی مطب بای میسادن، همه کار میکردن و اینا. این آقای وفا ارتشی بود و جزء چیزا بود، چی میگن، یه سیستمی هست که اسمش یادم رفت، طرفدار اون دولت رو میکنه که میره همه جا به خاطر اینکه این دولت رو حفظ بکنه، چیزه جزء یه گروه حفاظت ده. بله حفاظت مراقبت، حفاظت و مراقبت و اسم به خصوصی داره، اول یادم میفته میگم.
این آقای وفا آمده بود گفته بود که برای این شهر برای شما خطراتی داره و من از طرف آتش معین شدم که با شما همکاری بکنم و به شما بگم. سفارش کرده بود که ماشین تو وقتی که میخوای سوارشی زیرش نگاه کن، درش حتما ببند، وقتی باز کردی یه مقدار نگاه کن، بعدا حرکت کن. بعد یک چیزای حفاظتی گفته بودم بهش، مراقبت های از خودش، اون وقت این کارو بکن، این کارو بکن، اینا رو بکن، خیلی چیزا گفته بودن. اون وقت یه دفعه این آمد گفتش که چیزه، امروز من خیلی ناراحت شدم، تو مغازه قصابی نشسته بودم، به من گفتن که امروز میخوان صورت دختر دکتر روشنی آسیب بپاشن. اون وقتش چیزه، من تو اینجا بودم، بلند شدم رفتم دم مدرسه و این چیزا، البته هیچ اسلحه چیزی نداشتم، مثل افراد معمولی بود، ولی با گروهبانای دیگه فرق داشت. این آدمی متشخصی بود، از مثل گروهبانا نبود. اون وقتش خونه ما میمد، حتی با منم شوخی میکرد، یعنی میخواست با همه ما دوست باشه. من هیچ وقت افراد دیگری که میمدم باشون کاری نداشتم، سلام علیک پذیرایی میکردیم و اینا، ولی مثلا با باهایی ها خیلی رفت آمد داشتیم، با هم حرف میزدیم، ولی من گفتم این چه کسی، من نمیشناسم اینا، خیلی باش رسمی رفتار میکردم. این وقت این دلش میخواست که با منم خیلی غیر رسمی رفتار کنه، مثلا من حرفامو بزنم بهش، من معلم بودم اونجا. اون وقتش این حرفو که گفت، من فهمیدم که اینجا خطر داره، من نمیخوام روی دخترم آسیب بپاشن. به دکتر گفتم که من اینو میبرم میذارم تهران خونه مادرم و بهترین مدرسه میذارم، بره بقیه درس رو اونجا بخون، اینجا هم که معلم ندارم، من خودم تو اون مدرسه هم میبینم، اینا کلاس 11 هم همش تو حیات دارم ورزش میکنم. میگم شیوا چرا بیرونید؟ میگه که معلم ریاضی باید از تبریز میومد اینجا به ما درس میداد، نمیاد. معلم نمیدونم علوم میخواست بیاد، نمیاد. ما الان بیکاریم، تو حیات کلاس 11-12 تو حیات ورزش میکردن مدام، برای چی؟ اینا انقدر درس دارن که میخوان دیپلم بگیرن. و بالاخره من اینو برداشتم آوردم تو خونه پدرم نذاشتم، یه خونه بهایی بود اینجا پانسیونش کردم و براش چیز میز خریدم، یه اتاق اینا هم یه چیزایی آوردن و یه تخت خواب و بخاری و چیزایی که لازم داشت گذاشتیم و خوارزمی هم اسم نوشتم. من بچه هم رو بردم بهترین مدرسه، نمیدونم خوارزمی پسرانه بود یا اون یکی، یه دونه پسرانه بود، این اونم یه دونه دخترانه بود، اونجا اسم نوشتم بهترین مدرسه، گفتم که اینجا باید درس بشینی درس بخونی. هر روزم هم نامه می نوشتم، بعضی وقتا می اومدم می دیدم بشینم. اون وقتش بعد این آقای وفا خیلی از ما حفاظت می کرد، مواظب ما بود، دور بر خونه ما بود، ساواک بود، از طرف ارتش معین شده بود که از ما حفظ و حمایت بکنه و ما میدونستیم که شوهرم همیشه در خطر. اینا خود ارتش متوجه شده بود که براش یه محافظ چیز کرده بود. اون وقتش دکتر رو معین کرده بودن که وقتی که جنگ ایران و یکی از ممالک عربی بودش که قبل از این که با بله؟ سلطان قابوس نمیدونم کجا بود، عمان، بله عمان بودش، اینو معین کردم که اینو ببرنش اونجا و چیزه دکتر بیهوشی اونجا باشه از مریضا و اینان که هستن دید. اون وقتش این حرکت کرد، رب به من گفتش که وقتی من میخوام برم اونجا احتمالا آقای وفا اونجاست. بعد به من نامه نوشته بود که تا از هواپیما پیاده شدم آقای وفا به استقبالم آمد، همون شخصی که مراقبش بود. اون وقت میگفت اونجا با هم بودیم، مرتب با هم بودیم، خیلی سعی میکرد که افراد غیر عادی منو ناراحتم نکنن، از اونها مواظبت میکرد، نه اینکه فکر میکرد که اونجا طوری میشه. اون وقت بعد از عمانم برگشت، چون همه افسرها قبول نمیکردن که برن عمان و اینا، ولی چون این باهایی بود سعی میکردم که یه مقدار از کارهای مشکل رو بهش تحمیل کنن و منتها با حفظ و صیانت یک ساواک. اون وقتش این آقای وفا را بعد از اینکه دکتر رو شریف کردن، این آقای وفا یه خونه خیلی کوچیکی توی گیشا داشت،
یه دفعه دکتر به من گفت که آقای وفا اینجا خونه داره، ما رو دعوت کرد. ما رفتیم دیدیم که یه خونه خیلی کوچیکی در اون آخر گیشا داره. اون وقتش خونه خیلی کوچیک بود، خیلی کوچیک. ما رفتیم اونجا، گفتش که من از افغانستان دارم میام. این همون ساواکی شاه بود که در ساواک جمهوری اسلامی هم کار میکرد. گفت که من فرستاده بودم افغانستان بودم، رفتم شوروی اونجا ماشینای خیلی بزرگش رو اونجا مستقر کرده، از اونا عکس گرفتم، اخبار و اطلاعات جمع کردم، قراره که روز دوشنبه صبح ساعت 8 برم بنی صدر رو ببینم و گزارشاتم رو به اونا بگم. وقت بعد از اینکه دکتر شهید کردم، من دیدم تو گیشا این تو بانکه. من رفتم جلو، دیدم این از من فرار میکنه، خودشو نمیخواد به من نشون بده. فوری متوجه شدم، برگشتم. بعد من که داشتم کار میکردم، یه دفعه میدم بعض وقتا به من نگاه میکنه. وقتی هم رفتم پرش، دیدم فرار میکنه از من، فهمیدم که نمیخواد با من تماس بگیره. بعدا این آقای وفا خانمش بهایی بود، خانمش بهایی بود و عکس پدر خانمش با شوهرم دارم، اینجام دارم. اسمش هم میدونستم، الان یادم رفته، یادم میفته میگم بهتون. اون وقتش بعد دیدم که این اومد خونه ما. نه چیز، از طرف تشکیلات گفتن که شما آقای وفا میشناسید؟ گفتم بله میشناسم. گفتم این ساواکه، تو جمهوری اسلامی هم ساواکه. و گفتم که این برای بچهش معرفی نامه میخواد که بره پاکستان با خانمش، بعدم بفرسته خارج. حالا این میخواد از حریق باهاییت هم استفاده کنه برای بچه هاش و خانمش. من هرچی که درستش میدونستم نوشتم که این ساواکه در مراغه از ما حفاظت میکرد، بعد در اون جنگ که آمده بود با دکتر بود. بعدش هم من در بانک دیدم به اعتنایی کرد. الان اون رفته گفته که من خانمم باهایی چیز میخوام. گفتن که شما رو کسی از باهایی ها میشناسن؟ گفته پروین روشنی منو میشناسه. منم طرز شناختم و درست نوشتم براش. بعد دیدم بهش معرفنامه دادن، معرفنامه دادن، رفته با این معرفنامه، خیلی از اون زرنگا بود، رفته. و چون اسمش ساواک بود، من همیشه از این میترسیدم، یعنی ناراحت بودم که این یک آدم درویی باید باشه، یک آدم درست حسابی هیچ وقت نمیره ساواک بشه. اون وقتش این رفته اونجا، این معرف نامنه برده محضر اونجا، گفته که شما هرچی که ناقص دارید، نواقصی دارید بگید، من انجام میدم براتون. اون وقتش اونا هم گفتن که ما یه بسته بزرگ از هندوستان کتاب خواسته بودیم، این کتابا نرسیده بودیم. گفته هیچ اشکال نداره، شما بنویسید بگید دونم، من برم بیارم براتون. این رفته تو محضر هندوستانم، حالا چی گفته چی کار کرده، رفته کتابایی که اینا میخواستن با خودش برداشته، آورده تحویل اینا داده، بعد برگشته ایران. بعد که اینا قبل از اینکه برن پاکستان دختر معرفنامه بگیرن، به من گفتن که ما یه خونه خیلی بزرگی در گوهردشت گرفتیم، شما حتما بیایید به این خونه ما. آدرس و همه چی هم دادن. من گفتم من تنهایی نمیرم، با یکی از دوستان میرم. تا قرار بذاریم و تا بریم خونه بزرگ اینو ببینیم و اینا استخر داریم. خانمش گفت، خانم نعمتیان فامیلش بود که پدر خانمش هم در شمال زندگی میکرد و اینا باهایی بودن. اون وقتش گفتم چشم میاییم، ولی بعدن دیگه تلفن کردن دخترت مریضه، ما مشغول شدیم برای گرفتن پاسپورت، دیگه اصلا فراموش کردم و وقتم نکردم که برم اونجا و منظر اینها رو ببینم. شما یه دور دیگه تکرار بفرمایید اون فرمایش. من منظورم پیشبینی بود که دکتر میکرد که ممکنه شهید بشه. منظورم تهدید نبود، یا منظورم این مثلا، منظورم واقعا میدونست که زن جمهور به وسیله جمهوری اسلام ایران کشته میشه. همین میخوام بگم، با شما در میان گذار، با اعضای خانوادهش. من خودم بیشتر از اون همیشه میگفتم تو رو میگیرم میکشم. میگفت الان چرا الان چرا نمیکشن؟ گفتم الان شما جز معلومات هستید، اون وقتش اینجا تو دستشون هست. وقتی معلوماتو شما معلوم هستید، مجهولاتی که دارن نسبت به هایی از شما گرفتن، شما هر جا میرید دنبال میکنن، همه کاراتون تحقیق میکنن، پرونده ها رو میدوزدن، همه چی. وقتی که اون مجهولات به دستشون هست، دستشون میبندن، شما رو میکشن و میافتن تو جون
اونهایی که معلوماتی که گیر آوردن و درست هم همینطور شد. اون وقتش این خودش میدونست که خیلی در خطره، وقتی هم که گرفته بودن همشون اونجا بودن در یک چیز که عرض کردم خدمتون، بعد اینا گفته بودن که ما از طرف دولت گرفتار شد، گرفتن ما را، ما را نمی کشن. شوهرم گفته بود هیچ کدام ما شما را نکشن، من را خواهم کشت. اینا میدونست. حتی بعد از اینکه کشتنش، این هم ضیافتی همون به ما میگفتن که تو وقتی تو آشپزخونه بودی مشغول بودی چایی بریزی و از ما پذیرایی کنی، این یه خوابی رو برای ما تعریف کرد. گفت خانمم ندونه، به خانمم نمیگم. گفته بود که من خواب دیدم که از اینجای کتم یه شعله روشن شد، من سوختم اون وقتش. بعد از این خواب و اینا خیلی، و ضمن 13 تا از خوابای مهمش رو نوشته که همش دلالت بر این میکنه که اینها این شهید خواهد شد. خودش خیلی خوب میدونست. اون وقتش منم خیلی دلم میخواست که شهید نشه. یه نفر از رضاییه به نام جعفر آقا میبرده که در خارج، این به من گفت که شوهر چرا اینجا اینطوری برداشته و چیز فرار میکنه از این، بیاد من ببرم از طریق ترکیه این بره بیرون خارج. گفتم که خب تو برو بهش بگی ببین قبول میکنه. این رفته بود منزل خانم شوقی باش صحبت کرده بود، فامیل خانم شوقی بود باش صحبت کرده بود، پاسپورت سفید برده بود که مشخصاتش ایناش و یه چیزایی بنویسه اینا. گفته بود که پروین میخواد منو برای خودش نگه داره، ولی من اینجا مسئولیتی دارم نسبت به احبا. اون وقتش من هیچ وقت فرار نمی کنم. اون خیلی اصرار کرده بود، گفته بود که خب شما همه باحالی ها رو ببرید، آخرین نفر اگه خواستیم اون وقت من میام که منو ببرید، هیچ اشکال نداره. به این طریق اونو رد کرده بود. اون وقتش یه روز که نشسته بودیم با هم، من گفتم دکتر تو رو میگیرم میکشم. گفتش که جزه من میخوام ببینم که اونجا که رفتی اینا بیشتر دنبال پول هستن، فکر میکنم ما خیلی پول داریم، حالا بگو ببینم میگه چی داریم چی نداریم. گفت چی؟ میگم که یه طبقه خونه داریم، اونم اقساطش الان پرداخت میکنیم، یکم یه مقدار پول توی بانک دارم و همین زندگیه که وسایل و اینایی که تو خونم هستش. اون وقتش ما یه زمینی داشتیم میخواستیم، گفتم پس اون زمین رو نگو. گفت نمیگم. اون وقتش بعدن که آمدن ما رو بردن که ببینم ما با اون چیزی که از اونا گرفتن متفاوته، چه چیزایی داریم چه چیزایی با اون، من درست جواب میدادم، برای که قبلا با شوهرم حرف زده بود، ولی اونا دیگه نمیتونستم درست جواب بدم به خاطر اینکه هیچ وقت همچه سوالی از شوهرشون نکرده. من همیشه میدونستم اینو، خودشم گفته بود، با بچه هاشم صحبت کرده بود، توی وصیت‌نامه‌ش هم نوشته، وصیت‌نامه نه، آخرین نامه‌ش نوشته ما رو آماده کرده بود که منو خواهم کشت و ما هم هر کاری میکردیم که جلوگیری بکنیم به هیچ وجه نبود. یه روز مثلا آمد، این میخواست در 8 محل احبا رو ببینیم، لجنه ها رو ببینیم. اون وقتش گفت که من امروز 8 جا میرم لجنه ها رو ببینم. من سویچش از تو جیبش برداشتم، گفتم نمیذارم، مگه تو محبیل کسی نیست که تو چرا همه کارا رو قبول میکنی؟ گفت دیگران هم کارای دیگر رو قبول کردی. گفتم خب اینجا دستگیر نشدیم، این یکی خونه دستگیر میشیم، این یکی خونه، من نمیخواد، ولی چی میخواد خب تو بکشتم بود. یه ساعت نگر داشتم، این آماده شد روی مرد میشست. گفت پروین کلیدم رو بده من میخوام برم. گفتم اون میدم. بس ما چی؟ من شهره احتیاج داریم به تو کجا میخوای بری؟ میگیرمت میکشمت و وقت ما میمونیم. وقتش بعد دیدم یه ساعت که نشست، گفت اعصابم خوب میشه بیاش سویچ، و دیدم واقعا داره چیز میکنه، ناراحت میشه، آوردم سویچش رو دادم. اون وقتش یه دفعه هم نذاشتم بره از خونه بیرون، گفتم نه نمیذارم. ولی چی میری؟ اصلا بیا فرار کنیم بریم، چرا خودت رو بکشم؟ من مسئولیتی دارم، در مقابل مسئولیتم شما هیچ هستی. در آخری شعری هم که گفته این موضوع رو رسونده که من به دام و دانه دنیا هیچ توجهی ندارم، در این حال هستم که اون روز خجسته بیاد
و عیش خجسته بیاد به سراغم. اینو عیش خجسته میدونست، نه اینکه چیزی. و این انقدر اعتقاداتش زیاد بود و اصلا به هیچ وجه چیزهای دیگر رو در نظر نداشت. شما در صحبتاتون فرمودید که دکتر روشنی خیلی روابط صمیمانه با پدر و مادر شما داشت، با به طوری که مثلا قبلا میرفت خونه اونا و با شما و ما میدونیم که غیر از بهایی افراد دیگه در خانواده شما بودن که بهایی نبودن، یا حتی مثلا گرایش های مسلکی دیگه داشتن مثل مثلا افراد چپ بودن و غیره. دکتر رفتارش با این افراد چطور بود؟ خیلی خوب، خیلی دکتر رو خیلی دوست داشتن. هر کدوم عمل جراحی داشتن یا دکتر برای بچه هاشون اتفاق می افتاد، اینا همیشه میمدن سراغ دکتر و خیلی دوست داشتن. اون یکی دامادمون هم دکتر بود، یا پیش اون می رفتن یا پیش شوهر من بیشتر می اومدن. اون وقتش دعوت می کردن، ما می رفتیم خونهشون برمی گشتیم. اون وقتش خونه پدرم همیشه می اومدن، فامیلای وقتش دکتر می رفت می شست. با همه اینها دوست بود و اینا. اون تا یکی از اینا که رئیس گمرک شده بود، بعد میگفت که خود دکتر گفت که ما همه چیمون چاخانه، همه چیزمون علکیه. وقت من بهش جواب دادم که هیچ وقت همچی چیزی نبوده. تو الان بعد از اینکه دکتر میگفت، دکتر میگفت که نه ما به همه دینمون هم علکیه نمید. گفتم نه، هیچ وقت همچی چیزی رو نبوده، از خودت نبود. یعنی میخواست منو هدایت بکنه به این وسیله، منو از دین بهایی منصرف بکنه. میگفت شوهرت به من اینطوری گفت. گفتم همیشه پیش من صحبت کرده، هیچ وقت هم از این حرفا نزده و اصلا به هیچ وقت پیش منم حرف بزنه من باورم نمیشه. برای اینکه این متکی اصلا همه چیزش دیانتش بود، همه چیزش بیت العظم بود. همه توی نامه‌اش اشاره کرده که شما سه تا به بچه‌هاش خطاب کرده که شما سه تا از مادر مهربانتون اطاعت کنید و هر چهار تا از بیت العدل اعظم. اصلا به قدری ما رو همیشه در جریان کاراش می‌ذاشت، ما با ما بود و خیلی علاقه به خانواده‌اش داشت، خیلی چیز بود. من الان پاییزه خانم رو می‌بینم که با حسن آقا چه رفتار خوبی داره، یاد زندگی خودم می‌افتم که منم همیشه با شوهرم اینطوری بودم. اصلا هر وقت ناراحت بود سعی میکردم راحتش بکنم، یعنی با صحبت کردن با چی. این انقدر به مبتدیاش با اونان که صحبت میکرد دیگران که باهایی نبودن انقدر ما با محبت بود که یه روز کسی بود به نام کشور تو خونمون چیز میکرد. یه دختر 37 ساله بود، یه نفر عصبانی بود، ولی چون من بیرون کار داشتم مجبور بودم که با این خیلی روش خوبی داشته باشم. 16 سال یکی تو خونه آدم دوام بکنه بیاره، معلومی که خیلی باش با محبت. اولا این لباس های هیچ کدام از ماها را نمیدادیم، بعد از بیرون براش لباس میخریدیم. یه اتاق مخصوص داشت با شهره، دوتا تخت خواب داشتن. شهره را اون بزرگ کرده، دختر کوچیکم. این دختر کوچیکم خیلی بهش علاقه داره، اینجا بعض وقتا میخواد تلفنی صحبت کنه و میخواد که اینا رو با یه پسر داره شوهرش بود کرده، میخواد بیاره اینجا، میگه یه کاری بکنیم اونا هم بیان اینجا در کنار ما باشه. وقتیش این یه نمیدونم چه کار کرده بود، گفت به من، گفت که صبح چایی را ریخته اینطوری گذاشته. میدونی چیه اینطوری گذاشته؟ مثل اینکه این زود از خواب بیدار شده به خاطر شوهر من، اون وقتیش ناراحت بوده اینطوری. به من گفتش که پروین بعد از این اگه تو صبحانه به من دادی میخورم، اگه ندادی من نمیخورم، بدون صبحانه میرم. بعد از اون من دیگه، من چون ساعت 8 میرفتم مدرسه، مدرسه هم خیلی نزدیک بود، شبا هم خیلی دیر وقت همیشه میخوابیدیم. من صبح فکر میکردم که خب یه چایی میخواد بخوره اونجا، فقط کشور بهش میده و گفت که من دیگه اون دیدار نشده من چایی بده. من خودم بودم میشدم بهش چایی میدم. یه روزم باز دیدم که ظهر بوده، عصر بوده، من خونه نبودم، اومده به کشور چیزی گفته. اینم خیلی دیگه زبان دراز بود، یه چیزی گفته عصبانی شد. اومدم شکایت کرد که آقا به من اینطوری گفت، اینطوری گفته. اون وقتش من صبح زود بلند شدم، گفتم که دکتر من میخوام که تو فکر کنی بعضی وقتا که من کشور مبتدی تو هستی،
یعنی با اونا اینقدر ملایمت با ملایمت صحبت میکرد و با محبت. گفتم تو بعضی وقتا فکر کن که من اون کشورم مبتدی تو هستم، یعنی تو ما دعوا نکن، هیچ کار نداشته باش. اون وقتش یه دفعه هم باز با کشور حرفش شده بود، من وظیفه داشتم که بیام اینو رو به اصطلاح یک کاری بکنم که صلح و صفا برقرار باشه. به کشورم نگفتم، گفتم که تو اخلاقت به خاطر خوب نیست، بدونی تو با آقا که اعصابش ناراحت اینقدر کار داره اینا کار نداره، تو میخوای به من داد بزن، به من چک بزن، هر کاری هر حرفی داری به من بزن، وقت من باد کنار میام، ولی با اون کار نداشته باش، اون مرد خونه است و خیلی مسئولیت داره. مثلا این اواخر بعدش من نشستم فکر کردم که خدای چیکار کنم. این دفعه یه کارنامه نوشتم کارنامه کلاس اول سیروس روشنی، بعد همه نمره‌هاش 20، انضباط 2، وقت زدم به دیوار. نه خیلی چیز بود، اومد تو آشپزخونه داشته چیز من چشمش به این میفته، اینو میخونه میفهمه کار منه. رفته تو اتاق مطب، توی اتاق عمل آقای دکتر تیاری گفته که اونجا همیشه صحبت میکرده، اولا صحبت میکرده که خانم من هیچ وقت توقع کادو نداره، هیچ وقت حتی روز مادرم من باید یه چیزی خودم بخرم، بله اون هیچ وقت یا روز مادر یا سالگرد ازدواج چی نمیخره خودش. وقت یه دفعه من را یه یادگاری دارم ازش، یه دفعه تلفن کرد که امروز تولد توه، من میخوام که بری خودت یه چیز خوب بخری. اون موقع 3000 تومن حقوق یه نفر بود که تقریبا 18-19 سال پیش، و من گفت که در حدود 3000 تومن برو بر خودت یه خریدی بکن از طرف من، من هرچی که میخرم تو دوست نداری که خریدش. اصلا اینقدر درس خونده بود، اینقدر مطالعه کرده بود، هیچ وقت نمیتونست خرید بکنی، پارچه ها رو نمیشناخت. من براش کفش میگرفتم، لباس میگرفتم، اون وقتش همه کارشو جوراب میگرفتم. الان هم هست که وقتی که میرسم اون مغازه هایی که لباس های مردانه میفروشن ناراحت میشه که من همیشه اینجاها رو میگشتم برای اون لباس بخرم، الان نیستش دیگه و زود میگذرم از اونجا. اون وقتش چیزه یه چیزی بره بخره، منم دیگه دیدم که یه دفعه دیگه به شهره زنگ زد مامانش چیزی رفت خرید برای خودش، اینم گفت نه الان داره میره، من مجبور شدم برم. اول گیشا رفتم یه چیزی رو پسند کردم 3000 تومن گفت، 2800-900 نمیدم چی، من اینو خریدم تقریبا 3000 تومن. این الان به عنوان آخرین یادگاری پیش من هست و شهره گفته که این برای من باشه. گفتم باشه. یک دستبندی داشتم که شب عروسی گرفته بودم، اینو اون دخترم از من یادگاری گرفته، اینم مال شهره است، ولی الان در اختیار منه، بعد از من این یاد به اصلاح یاد بگیست برای این. اون وقتش داشتم چی میگفتم؟ خصوصیت ایشون میکنم. بعدش اینو رفته بود تعریف کرده بود که خانمم برای من کارنامه نوشته. اون وقتش آقای دکتر تیاری گفته بود که آقای دکتر تیاری هم عرض فرستاده بود، گرفتار شده بود، ناراحتی پیش آمده بود براش اینا، و چند دفعه من رفتم دیدمش. این آقای دکتر تیاری گفته بود که تو یه هفته رفتارم رو بگم تو خونه، خانمت بر من یه کارنامه بنویسه. با خانمم دعوا کردم، با دخترم دعوا کردم، چی کارا شده چی دیگه، یه کارنامه بر من بنویسه. اون وقتش خلاصه من به من گفت که یه کارنامه، گفتم اون رفوزه است، احتیاج نداره به کارنامه بنویسه با این کارهایی که کرده میکنی. منظورم اینه که خیلی محبت میکرد نسبت به خانوادهش، نسبت به بچه هاش، ایناش خیلی با محبت بود و خیلی جدی بود، خیلی جدی بود در مورد رفتار و رفتار بچه هاش. اگه چیز بدی میدید اصلا گذشت نداشت، میخواست همشون تحصیل بکنن، همشون به درجات عالی برسن. وقتش فرستاد تو ایتالیا، همیشه چک میکردیم، من خودم همینطور مرتب سمندر میگفت فردا امتحان دارم، من میگفتم که چه ساعتی، میگفت مثلا ساعت 8 امتحان دارم، 10 برمیگردم خونه. ما 10 دوباره زنگ میزدیم که امتحان چطور شد، همینطور مثل کنترل از راه دور که رادیو تلویزیون رو میکنن، ما همینطور بچه هامونو کنترل از راه دور. و 4 بار من رفتم دیدمشون که
وضعشون چطوره، چطوری هستن اونا. اون موقع کمونیست خیلی در ممالک اروپایی پیش رفته بود و ما می ترسیدیم که اینا یه طوری بشن که دوستان اونطوری داشته باشن. منش حسن می کردیم و مواظب بودیم و اینم نامه می نوشت و همیشه مراقب و مواظبشون بود. اون وقت دیگه شما چی می کردیم؟ هیچ وقت ایشون به فکری که مثلا با حکومتی که جدید اومده بود سر کار به وسیله انقلاب به اصطلاح با اون مبارزه کنه، یعنی طوری باشه که مثلا مخالف این البته منهای مسائل دستورات دینی، چون دستورات دینی که میگفتن اتنا باید تابع باشی. خود ایشون هیچ وقت مثلا شخصا، چون خانم انسان خیلی نزدیک به انسان دیگه، به شما بگه که من میخوام با اینها مبارزه کنم و من میخوام با اینها مثلا جدال کنم. نه این چیزو نداشت، ولی مقاله که چون توی محفل ملی بقای نگار بود، بقای نگاریش هم درست باز از روی همین اعتقاد بهش بود که هرچی به این طرف، یعنی به این جمهوری اسلامی صدمه وارد میشه و هرچی به باهائیت صدمه وارد میکنن، اینها رو باید به درستی انجام بدن. اون وقتش این چون معلومات عربی و قرآن و همه چی اینا رو خیلی وارد بود، وقتش آخرین مقاله‌ای که دست اینا افتاده بود و اینو به من دادن، گفتن که زن خبیث، این خط خبیثه، گفتم بله، این انشای خبیثه، گفتم بله، این رجایی و باهنر که کشته شده بودن توسط بمب‌گذاری چی بود، وقتش نوشته بود که این دو نفر که ظلمی که به اهلبای مظلوم کردن آخرش به مجازات خود رسیدن، در خداوند متعال بهشت آتش جهنم رو در وسط خیابون روشن کرد و این دوتا سوختن، طوری که رجایی را از دندونش خانمش تشخیص داد که این شوهر منه و اینها به اسفل درکات واصل شدن به خاطر ظلمهایی که کرده بودن. اینها را می نوشت ولی هیچ نوع اقدامی بکنه و چکار بکنه. مثلا شما بکنید که اگر در اونجایی که مریضی ماهی کنه، چه پاسدار باشه، چه همین چیز باشه، گروهی باشه که به ما خیلی حجتی باشه، هیچ وقت از وظیفه‌اش چیز نمی کرد، تخطی نمی کرد، خارج نمی شد، واقعا مثل یک انسان با اونا چیز می کرد. عقیده داشت که اینا آدم های احمقی هستن، نفهمن، بی سوادن، حرف اینا رو باور کردن و خودش میدونست که این یک سیاستیه که الان به این شکل در ایران چیز کرده، برقدرت اینا رو میدونست که مثلا آمریکا این کاری کرده و اینطور چیزها رو همیشه میفهمید که جریان از چه قراره، ولی حق این که با اونا چیز کنه هیچ مداخله نمی کرد. یعنی طبق دستور دینیش همیشه بود، هیچ وقت من ندیدم تزرزالی داشته باشه در مقابل هیچ چیز تزرزال. اصلا میگفت که من حاضرم هر دقیقه جزء شهدا باشم، فدا کنم خدا. اون وقتش در یکی از اشعاری که آقای چیز برای اولین شهیدی که در مهاباد چیز شد، بهار وجدانی، آخر شعرش شما خواهید دید که نوشته که من خیلی متاسفم، شعر گفته ولی من مضمونش اینه، من خیلی متاسفم که من جزء این شهدا نشدم، منو نکشتم، نشستم مدحت سرای عشق شدم. اینطوری اون وقتش وقتی که دخترش میگه که من الان بابا رو مریضم و بابا رو احتیاج داشتم، من میگم که تو فکر میکنی چرا؟ میگه که چرا رفت کشته شد؟ اینطوری باید بهایی ها باید محفل به این میگفتن که تو برو خارج، چرا اینجا نمون که کشته میشی. گفتم که ما سند داریم، به گفته خودش گفته که من خیلی خوشحالم از این که جزو این شهدا باشم، الان که نشدم متاسف هستم. خودش سند بوده، دختر کوچیکش هم به خواهر بزرگش جواب میده، میگه که دست ما نبود که ما نذاریم یا دیگران دستش بگیرن نذاریم، این آرزوی قلبیش بود، هیچ وقت کسی نگفته تو برو کشته شد. یا مثلا میگم که بیت العقل میدونست که اینا کشته میشن، چرا نگفت؟
گفتم به تو یاد به هیچ کس نگفت وایس اونجا استقامت کن، تو وایس اونجا این کارو بکن، دستور نداد با هیچ که. چند نفر رفتن بیرون، آقای یه آقایی هستن که چیز قاضی بودن اسمش یادم رفت و یکی دیگه آقای خانم وحید اون شب که اینا رو گرفتن اونجا نبود، منزلشون مهمون داشت نیومده بود، اون گرفتار نشد بعد فرار کرد. یکی اسماعیل تاییدی که اونم بزرگ محفل ملی بود هیچ وقت هم حاضر نشد و آمده خارج، هیچ وقت به هیچ کی نگفتم تو برو. اون عشق و علاقه ای که داشت به دیانتش به حضرت بهاءالله این باعث بود که بمونم اونجا و کارهایی که بهش میگن انجام بده، از قبیل کمک، از قبیل دلداری، همه چیز، و بعدم اونجا شهید بشه، بمونه و پشته بشه. البته من خیلی تأخیر کردم این محفل رو، اون موقعی که چیز اینا را گرفته بودن اینا مجازات نشدن، اینا شکنجه نشدن. البته این آقای تیزمغز به من میگفت که به من گفته که احمق بیشور، خیلی پشت میدادن به اندازه یه ده خدا به من پشت میدادن. این لغت ها رو بنویسم میشه اندازه یه ده خدا. میگفت احمق بیشور، تو که نمیفهمی، تو که خدا نداری، به هیچ چیز ایمان نداری. من به این قرآن قسم میخورم که حتی به شوهر تو اینطوری هم نکرد. و من روی این اصل خیلی راحت شدم، چون آقای جهانگیر، مهندس جهانگیر، مهندس جهانگیر فامیلش یادم رفت، اینو انقدر شکنجه کرده بودم، تمام دنده ها شکسته بود و کفشاشو گذاشته بود توی راه رو نشسته بود همینطوری کجکوله. اون وقتش ما به خانوادهش هیچ وقت نمی گفتیم، اونا که از زندان خارج می شدن می گفتن که یکم آقای مرکزی رو همینطور اینقدر زده بودن که تمام دنده ها شکسته کجکوله شده، اینا هنوز وقتشون نبود که اونطور کجکوله بشه. اون وقتش منم نگران بودم. من البته با خودش که صحبت میکردم یه موضوعی بود، من گفتم که دکتر ببین موهات خلوت شده تو سری خانم زن. اون وقت اوتو، اونا که میمدن میگفتن که اوتوی داغ رو میچسبونن، سیگارشون رو میچسبونن، میزنن از سره، اینطوری بکنن خیلی بده، تو خیلی زجر میکشی، شکنجه میکشی. من یه موقعی تو تبریز، اونا که ترکم میدونن، این خیلی کاری بود و پشت کار داشت. مثلا از مطب میرسید، از بیمارستان میرسید، خسته گفته، یه دفعه نجاری میکرد تو خونه. مثلا یه چیزی رو یه جا من دیده بودم پسند کردم، گفت برای درست میکنم، هیچش کنم، میرفت نجاری. من گفتم بابا بیا شامتو بخور، بیا یه ذره استراحت بکنیم. یه روز من خیلی از این کارا کرد، هنوز نیومده بود، گفتم که سنون ایت دانون بارده اشلم اختم دوشمون، این یه مسئله، نه این که بخوام بهش توهین کنم چیکار کنم. اینو من یه دفعه در سالهای خیلی پیش بهش گفتم، تا من بهش گفتم که موهای سرت کم شده میزنن تو سره، میزنن دندوناتو خود میکنن، توی داغ میزنن، گفت که همه اونها را من استقامت میکنم، تو مگه خودت به من نگفتی که سنون ایت زانون باش. من خیلی ناراحت شدم، ولی خب اون خودش میدونست که من به خاطر این پشتکاری و پرکاری این حرف رو زده بودم. ندومن گفت خیلی ناراحت شدم، بلند شدم به هیچ سوالی ازش نکردم. قبل از اینکه اونو اونجا محاکمه بکنم من همه چی رو سوال کرده بودم که تو رو میبرم میکشم، ما چه کار کنیم، چه کار نکنیم، چی بشه. به من میگفت که برید خارج، تو رو فرستاده بودم ایتالیا، چرا برگشتی؟ بعدش هم میگفت که بچه رو برمیداری میری خارج پیش بچه هم. اینجا اصلا نم، حتی چندین بار من تو خواب دیدم آمد به من دعوا کرد که مگه من نصب بودم که برو بیرون، اینجا نباش. اون وقتش الان بعض وقتا که میگم چرا آمدم، میگم خب اون مطابق رضایتش هم بود که ما بریم خارج و ایران نماشیم، چون میدونیست. یعنی این 18 سالی که من موندم بعد از اون، اینقدر شکنجه کشیدم، اینقدر زجر کشیدم از دست جمهوری اسلامی که فهمیدم اون دلش نمیخواست که ما زیر دست اینا بیفتیم. البته زندانی نرفتم، ولی همینطوری زندان ایبون سه بار رفتم، نهادهای دیگه مرتب صدا میکردم. اون وقتش
همینطور با جمهوری اسلامی و پاسدار و اینا بودم. مثلا ببینید حال احوال ما را تو خونه که نشسته بودی، من این کاغذ و اوراق و عکسای شوهرم و یه چیزایی را جمع کرده بودم، تقریبا سه تا چمدون بزرگ پر کرده بودم، کتاب و این چیزایی که اینا رو ببرم یه جای قایم کنم. این خواهرزاده من آمده بود خونه ما، گفتم که لیلا هر که زنگ زد در رو باز نکن، فقط از کرکره نگاه کن کیه به من بگو، من میرم حمام. من رفتم حمام، یه دفعه دیدم که این آمد که در رو میزنن. گفتم نگاه کردی کیه؟ گفت پنج تا پاسدار. اینم اینقدر کنجکاو بود، آمده بود خونه ما ببینه چه خبره. گفت پرویز خاله جون پنج تا پاسدار. گفتم وای خدایا چه کنم، این چمدونا رو آماده کردم از هر جا که قایم کرده بودم، اینا هیچی نبود توشونا، عکس و نامه های شوهرم، نامه های بچه ها، یه چیزهای اینطوری که خودم علاقه داشتم. فوری اونجا دیگه نمیدونم حولم رو پوشیدم، تصمیم گرفتم، زمستونم بود، سرد بود، بارونم میبارید، بارونش سخت میبارید. من از همون فوری آمدم بیرون و این چمدونا رو بردم طبقه بالای پشت با. و اینطوری تصمیم گرفتم، حالا نمیدونم چرا اینطور تصمیم گرفتم، یه حیات خلوت یک متر و نیمی هم همیشه پشت خونه همون بود. وقت من چمدونا رو از اینجا پرد کردم خونه همسایه، گفتم حالا فعلا این پا دست اینا نیفته، برمیدارم میبرم آزه رو آماده، بعدم میرم تکلیف اونها رو روشن میکنم. حالا نگو بارون اومده اینجا چیزه، طبقه اولم خالی بود، میدونستم مستاجرشون رفته بود. من از این بالا که اینو پرت میکنم کم میمونم، خودم هم بیافتم تو حیات خلوت طبقه چهارم بایستم. اینا رو من یکی یک کشیدم از حمام اومده، قلبم اصلا داشت وای میستم، اینقدر ناراحت بودم. من ستا را بیس کردم، بعد لباس پوشیدم، چادر سر کردم، رفتم پایین. رفتم پایین رو در باز کردم، در باز کردم گفتم که آقایان فرمایشتون چی؟ اینا هم ریش داشتن هم اوبر خود داشتن. از اون پنجره من نگاه کردم، ولی خواهرزادم گفت پاسدار، و اینا پاسدار هم همینطور میگشتن، همه خودشون به شکل پاسدار درست میکردن که همه مثلا این همسایه این کار کرده بود که اون همسایه از این حساب ببرن. همه خانما میدیدم خواهر زینب شدن که خانمای دیگه از این حساب ببرن، یه همچین حالت بود. اون وقتش رفتم حالا در باز کردم گفتم فرمایش آقایان چی؟ گفتن که این همسایه پایی که ما رو خیلی اذیت میکرد، این باید میفهمید که به من اطلاع میداد که من چهار نفر رو میفرستم ماشین من رو ببینن. من که نمیدونستم، تقریبا مستقیم دارن زنگ ما رو میزنن، من نمیدونستم به من مربوط نیست. گفتن که ماشین آقای خلج رو ما اومدیم ببینیم میفروشه. منم رفتم اونجا، این چمدونا تمام اوراق و اینایی که دلم میخواست اینا رو پرت کردم، و پرت که میکردم میدیدم از اون بالا چمدون باز شد، تمام این کاغذ و اوراق عکس و اینا ریخت توی آب و گلی و این گلا پرت میشد، پرت میشد به دیوارای این خانم. هم خیلی بازن بود، ولی خب من این کاری کرده بودم. اومدم دیدم اینا اصلا با ما کار ندارن، این همسایه سپرده که اینو چیز کنه، طبقه آلا را زنگ بزنید، وقتی این میاد باز میکنه شما ماشین من باستادم اینجا. از زیر ماشین کلیدش در بردم، بلا را باز کردم، وقتی نگاه کردم به این ماشین باز کلیدو گذاشتم، معلوم بود که این همسایه پایین گذاشته و اینا، اینا خداحافظی کردن رفتن. ولی من در مقابل چه کار انجام، اصلا اعصابم داغ بود. خلاصه اومدم بالا دیدم که تمام هرچی که دوست داشتم همه را ریختم اونجا زیر باران توی گل، خیلی ناراحت شد. در ضمن خواستم که بعد از اون یه جایی باید میرفتم، یک کسی رو میدیدم. اون وقتش خواهرم اومد گفت چه خبر؟ گفتیم اینطوری شد. نگاه کرد گفت پرمین چه؟ گفتم اگه تو هم بودی همین کاری میکردی، چه میدونی چهار تا پاسدار با تو کار نداره، هر روز خونه ما اینطوری بودی. خلاصه گفتم من اینجا تا اینجا باش، این همسایه میاد عصبانی میشه، ناراحت میشه، بهش بگو که خودش میاد جواب تو رو میده، میاد میگه چی شد. اون وقتش من رفتم اونجا، به اصطلاح اونجا که دعوت داشتم رفتم اونجا، حالا تو دلم چیا میگذره، اونجا نشستم، اونجا تموم شد، برگشتم گفت که این آمد هر چی دهنش از دهنش میاد گفت، گفت خواهرت کو بیا با من حرف بزن. گفتم که خواهرم نیست. گفت خواهرت بردن، گفت الان زندانه اینه، به من دروغ نگو. خلاصه من اومدم بعد از اینکه من رو شنیدم رفتم خونه،
اول که در رو باز کرد من دیدم خیلی عصبانی. وقت گفتم خانم خیلی خیلی معذرت میخوام، خیلی میبخشید، من در یک حالتی بودم که مجبور بودم این کار بکنم. خلاصه اینو راحتش کردم، گفت یا بالا. گفتم نه دیگه من میرم، فقط من خواهش دارم که من کی بیام اینا رو جمع کنم ببرم. گفت نه تو نه، من اینا رو جمع میکنم تو چیز، همش گلی شده، همش اصلا بی‌مصرف شده. گفتم اب نداره. اون گفته بود من میرم شکایت میکنم. خواهرم گفته بود که اصلا تو برو کاغذا رو نگاه کن، ببین چیزای خصوصی خودشون راجع به سیاست، یک مجله که برخلاف جمهوری اسلامی اینا هیچی نیست، تو برو نگاه کن همش. اونم لابد رفته بود نگاه کرد. اون وقتش گفت من پسرم میگم که اینا رو جمع میکنیم، اون وقت زنگ خونت رو میزنه، تو از اون بالا نگاه کن، میاره میذاره دم بره تو بیا ببر. وقت عصری همون کاری که از شب نصف شب تو تاریکی آورد که این آخر بیشتر هم میترسیدم با ما ارتباط پیدا کنم، اینکه نسبتشون با ما باشه برن دنبال اون. وقت آورد چمدونای خیس پر گل، حالا ببینید از 27 تا پله هر کدوم از اینا رو دوباره بردم بالا. تا صبح هم نشستم اینا رو چیز کردم که ناخشک بشن، بعد هر کدوم خوش میشد با یه پارچه اینا رو تمیز میکردم، وقت دوباره میذاشتم یه جای دیگه. خلاصه تا یکی دو هفته مصیبتی بود برای ما که این کارا این بلاها هم سرمون میمد که این کارا رو تو خونه انجام بدیم. شما تا این فرمایشات تو فرمودید که با صحبت هایی مثلا با این عنوان مراجعه میرفتید به بعضی از بنیادها و ادارات این ها، اینجوری که از این مصاحبات معلوم میشه خیلی آدم شجاعی بودید و خیلی دفاع میکردید بعضی اوقات، حتی بعضی اوقات مثلا اینها رو حرفای طنزآمیز و اینا بهشون میزدید اینا. این رفتار شما مورد تایید دیگر افراد بهایی بود و یا افراد دیگر مسلمان بود؟ در این زمینه خود بیشتر صحبت میکنم. البته من خودم نمیفهمیدم که چیکار میکنم، چون عصبی بودم. وقتی چون دیانت باهایی به ما اجازه نداده که به اون طرفی که ما را اذیت میکنه ما متقابلا اذیت کنیم، به خاطر اینکه اون نفر اول میشه در ناراحتی که دیگران برای منم میشدم نفر دوم. اون وقت بعدش ولی برای ما، من بعد از اون که از اونجا میمدیم یه مقدار مطالعه میکردیم، ما چون مسلمان بودیم باهایی شده بودیم خیلی اطلاعات کافی از باهاییت نداشتیم، ولی بعد از اینکه شوهرم رو کشتن و به این حال ما رو در آوردن، من هر شب میمیدم یه اقلا نصف کتاب را یه کتاب برمیداشتم نصفش رو میخوندم. اون وقتش من اونجا برخوردم به تیغ لسان شمشیر بیان که اجازه دادن که اگر چنان که ما اذیتی بکنیم، اینطور فهمیدم، حالا نمیدونم، با کسی هم صحبت نکردم در این مورد، هیچ اشکالی نداره. وقت یکم خیلی از دستی ما عصبانی بودم، بنابراین من وارد بودم که این بهترین شخص برای هر حکومتی. 30 سال به این مملکت صادقانه خدمت کرده، شبانه روزی خدمت کرده، با افراد خانواده چقدر خوب بوده، با دیگران چقدر خوب بوده. 30 تمام عمرش و 54 سالش رو بیشترش مطالعه کرده، اصلا این نمیدونه که جوراب از کجا میخره، وقتی رو برای اونجا صرف نکرده، وقتی رو برای خرید پارچه و لباس و اینا نکرده. این لباس رو میخریدم تبریز میدادم خیاط، هی میمدم به خیاطه میگفتم که شما از اینجا نزدیک خونمون از اینجا که رد میشه ها شاگردت رو بفرست دنبالش بگو بیا زود پروب کنم. میگه من تو خونه یادش میندازم که تو امروز پروب لباس داری، نمیرم. میشد یه ماه تو ماه سه ماه وقت نداره، ولی وقتی بهش سپرده بودم که از این جلو که رد میشه شاگرد بفرست بیاد برای پروب، وقت نداره. این تمام وقتش رو صرف کرده بود برای مطالعه دینش، مطالعه طبش، مطالعه اجتماعیش و مطالعه و شروع کرده بود به کار. یعنی یک فرد 100% مفید به هر حکومتی بود، کاری هم با سیاست نداشت. اونا چه کار میکنن، این چه کار میکنه. این وقتی دیدم این چنین شخصی رو گذاشتم بعد از 30 سال خدمت و بعد از 54 سال مطالعه جلوی جوخه اعدام و کلش رو داغون کردن، یک حالت عصبی و ناراحتی در من ایجاد شده بود و من خیلی عصبی بودم. و در این حال از شجاعت پدر من خیلی صحبت ها می کنم و من
خیلی هم دیدم و وقتی که بعدم که به من میگفتن تو چطور جرأت کردی رفتی اونجا اینطوری گفتی، من میدیدم که این از خودم نیست، مثل که من از پدرم یه ارثی بردم، ولی اینطوری نمیشه که مثلا یه خواهر دیگه داشتم که شوهرشو کشته بودن، این اصلا چیز نداشت، نه مقاومت، اینقدر ترسوس کرد نداره. یه روز اومده بود با مشورت خواهرام نشست، یه شب اومده بود پلیما بخوابه، بافتنیشم شوهر اون 5 ماه زودتر از شوهر من شهید کشتنش، داشت بافتنی میگفت، وقتیش میگفت که من این بافتنی را که میبافم اون غم و غصم رو میدم به این، فکرم به این میفته ای خود راحت میشم، بافتنیش ایناش هم آورده بود، خوبم بافنده است، بافنده خوبی هم هست. اون وقتیش اومده بخونیم از یه تلفن کردم، تلفن کرد گفت که من از اوین زنی میزنم، گفتم آقا بفرمایید، گفتش که پدر سوخته پدر سر تو همون نیستی که مایا دو تیکه میپوشیدی کنار دریا میرفتیم. گفتم آقا شما منو میشناسید که من ترک هستم، ما ترک‌ها اهل تبریز احتیاج به کنار دریا نداریم، هواش همیشه خنکه، و در ثانی شما بدونید من از کوچکی یه اشکالی در یکی از گوشام هست که من حمامم خوب نمیتونم برم، هفته یه دفعه حمامم با اشکال میرم. اون وقتش یکی ما اصلا اهل کنار دریا و این چیزا نبودیم، یکی هم آلبومای ما رو بردیم، اگر چنان که من آستین کوتاه پوشیدم تو بفهم که تو راست میگی، راست میگی، من همیشه لباسام هم آستین بلند و یقه همیشه کیپ میپوشم، تو چی میگی؟ گفتم تو بودی با مایو دوتی که حالا اومدی خودت برای ما چیز میکنی، گفتم آلبومم اونجاست نگاه کنی، یکی هم که اون عکسی که دیدی چشماتو درست پاک کن و نگاه کن، اون خواهر توه، اون مادر توه، همینطور داد زدم گوشی رو گذاشتم. خواهرم نشسته بگو یکی، گفت پروین تو با کی داری باز حرف میزنی؟ گفتم که از ایوین میزدن. گفت برای چی؟ گفتم اینطوری. گفتم گفت تا چی جواب دادی؟ گفتم اینطوری. گفت تو دیوانی، من اصلا اینجا بی خود آمدم، بساطش جمع کرد ساعت 8 شب، گفت بساط بیان شب میان تو رو میبرم. اون گلن شد رفت، اون یکی خواهرم گفتن همش میگفتن که تو چرا اینطوری میکنی، تو آرام باش، با اینا کار نداشته باش، تو بچه کوچیک داری، اینو باید بزرگ بکن، ولی من اصلا به اونا توجه نداشت، خیلی عصبی بود، همش میخواستم به اینها جواب بدم، مثلا از مغزم یه جوابهایی هم بیرون میمد که خدا شاهده که بعد که به خودم میگفتم که اینطوری گفتم، اینطوری جواب دادم، بعد از کسایی که از باحالی از من میپرسیدن امروز چه خبر بود، رفتی چی شد، بعد جوابی رو که میدادم گفتم تو رو خدا اینطوری جواب دادی، چقدر عالی جواب دادی به اینا، چقدر خوب جواب. بعدش من یواش یواش میفهمیدم که من یه مقدار از پدرم ارث بردم، یکی هم یک ناراحتی که به من دست داده، این دوتا با هم مخلوط شده و من میتونم به اینا حسابی همه چی. اون شخصی که گفتم به تو نمیدم اینجا گفتم یا نه، آمده به خونم بوده هم زده بود اینا، یه سیب تعارف کردم گفتم اینو بخورید، گفتش که نه نمیخورم، گفتم میشه به من بگید که چرا نمیخورید، گفت که برای اینکه نمکگیر میشیم کارامونو نمیتونیم درست انجام، گفتم پولامون وقتی میخورید چرا نمکگیر نمیشید، برای یه سیب میخواید نمکگیر بشید. اون وقتش این یه کمی ناراحت شد ولی رفتی که کارش تمام شد. بعد اینا به یکی گفتم، گفت عالی ترین جوابی بود که دادی، بالاتر از این جواب نمیشه، و من میدیدم که خیلی جوابای چیزی به حاضر جواب آقای غلامی که چهار انگشت نداشت از من میپرسید دیگه، میگفت تو چطور آمادگی پیدا کردی که به هر جا میری تو همچه جوابایی میگی. اون وقتش گفتم شما همونطور که آمادگی پیدا کردید به قتل و غارت باهایی ها، منم آمادگی پیدا کردم که به شما جواب بدم، منم چیزی نداشتم، همینطور جواب دادم، خیلی جوابای خوب میدادم، از خودم هم بعید بود، نمیدونستم، هم عصبانی میشدم اصلا نمیفهمیدم. اون وقت بهشون همه جور جواب میدادم، با همه هم به باهایی ها میگفتم. اون وقت بعدا من میدیدم که از من تقدیر میکنم، اون وقت مرتب تقدیر کردم که شجاعت و استقامتی که در مقابل اینها تو از خود نشون دادی قابل تقدیره، برای من تقدیرم پرستادم،
و هر کس هم که زخمشون میدادن خانم‌ها اینا نمیرفتن زخمشون میرفتن گریه میکردن اونجاها. اون وقتش میفرستادن پیش من که برو از خانم روشنی یاد بگیر که چکار میکنه. اون وقت من میگفتم تو فکر میکنی من گریه نمیکنم؟ من دائم گریه میکنم، من تو کوچه میرم گریه میکنم، همه جا میرم، ولی در مقابل اینها اصلا به خودم اجازه نمیدم که گریه کنم. اونجا بالاترین جوابو میدم، اعصابم خوب میشه، میام تو خونه میشینم رو تخت راز میکشم یه گریه، ولی جلوی اونها هیچوقت گریه نمیکنم. تو هم همینطور باش. ضعف برای چی نشون بدی؟ اینا هر کاری میخواستن کردن، هر کاری خواهن برن و تو هیچ کاری، ولی میتونی تو یه فرد شجاعی باشی که از خودت دفاع کنی، حرفات اقلا بزنی، چون اونم طرف هم مغز داره آخه، بعدم فکر میکنی یه چیزایی میفهمی، امکان داره که صحبت های تو در اون تاثیر بکنه. و همونطور گفتم که من با یکی صحبت کردم، گفت خانم چیکار کنیم؟ ما نمیدونیم که اینجا 3000 تومان به ما میدن، ما رو میفرستن دنبال شوهر تو، ما میریم اونجا، از در کی وارد شد خارج شد گزارش میکنیم. میمدن از نزدیکترین تلفن، این آقایی که نشسته روی روبروخونه ما تلفن میکرد که این آقا به شما تحت تعقیبه، از خونه خارج شد، به اون مرکزشون اطلاع میدن، اون مرکز میدونست که این خارج